سلام خدمت بینندگان عزیز، امروز معضلی در جامعه و در برخی از کشورهای اسلامی به وجود اومده به نام گروه های اسلامی داعش که با جنگ و خونریزی میخوان که یه حکومتی رو به وجود بیارن، حکومت اسلامی. این گروه ها نه تنها الان در کشورهای اسلامی دارن فعالیت میکنن، بلکه در برخی از کشورهای اروپایی هم فعال شدن و فعالیت دارن میکنن. امروز از خانم مینا احدی دعوت کردیم تا در این مورد با ایشون صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه اومدید. من خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما. سلام عرض میکنم حضور عزیزانی که این برنامه رو میبینن. خانم مینا احدی از مؤسسین نهاد اکس مسلم هستند و ایشون دیگه فکر کنم که لازم معرفیشون نیست. خانم احدی، میخواستم اولین سوالم این بود که میخواستم ببینم اصلا داعش از کجا اومد و چه جوری به وجود اومده. این داعش اصلا چی هستش، از کجا اومد؟ بله، طبعا برای همه ما که حدود مثلا چند ماهی هست خیلی شدیدتر در جریان این پدیده قرار گرفتیم. من از خیلی ها شنیدم و برای خیلی ها این سوال، این یه دفعه اینا کی بودن از زیر زمین در اومدن؟ یه جورای انگار مثل یه فیلم، مثلا از بعضی ها شنیدم مثلا میگفتم مثل فیلم هری پاتره که آدم میره میبینه یه دفعه از زیر زمین های جونورایی میان بالا و همه چیز رو دارن خراب میکنن. طبعا خب خیلی یک دفعه این مسئله مطرح شد و اومد جلو و بعد یه دفعه مثلا یه بخشی از سوریه یا عراق رو گرفتن، ولی قبل از اینکه این وقایع اتفاق بیفته، به خصوص فجایعی که در عراق پیش اومد، مثلا موصل رو گرفتن و توجه بین المللی رو به خودش جلب کرد، طبعا به نظر من داعش زمینه های به وجود اومدنش چند تا مسئله است. یکیش این که بعد از حمله که آمریکا کرد به عراق به نظر من و تمام زیرساختای اون جامعه خراب شد، طبعا یه دیکتاتور سرنگون شد، صدام حسین رفت، ولی همیشه با جنگ، با ویرانی، با بمباران و بعد از اون هر جایی به نظر من آمریکا رفته دخالت کرده، چه در اونجا چه در افغانستان، هیچ وقت اینطوری نبوده که بعد از اتفاقاتی که میفته مثلا بیان از یه حکومتی دفاع کنن که مبتنی بر دخالت نیروهای مترقی، نیروهای پیشرو یا نیروهای سکولار توی اون جامعه است. یعنی فکر کنیم مثلا تو افغانستان هم همش این جنگ و دعواها ادامه داره، برای اینکه هر جا دولت آمریکا رفته دخالت کرده یا خیلی از دولت‌های غربی، بلافاصله از یه حکومتی دفاع کردن مبتنی بر جامعه موزاییکی، یعنی تقسیم بندی، یه عده سنی ان، یه عده شیعه ان، یه عده قبیله ان. مثلا توی افغانستان همیشه گفتن رؤسای قبایل جمع میشن با یه لباسای عجیب غریب، در حالی که تو جامعه افغانستان هم خیلی مردم مترقی، خیلی مردم پیشرو، شرایطی به وجود میارن که پیشروها و سکولارها فرار میکنن از اون جامعه. الان جامعه افغانستان واقعا درگیر همین مسائله، به خاطر اینکه هیچ وقت حق شهروندی رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی انگار توی اون جوامع وقتی میرن دخالت میکنن و دولت میخوان تشکیل بدن، تا اونجا پیش میرن که میتونن دولت تشکیل بدن، بعد مثلا رؤسای قبایل رو دعوت میکنن، یا در عراق به طور مشخص سنی و شیعه و اینا کردن و بعد از خودشون مثلا دفاع کردن از مالکی که مثلا گفتن نماینده شیعه هاست، بعد جمهوری اسلامی اونجا نقش بازی کرد. میدونید فضا و شرایطی ایجاد میکنن، نارضایتی خیلی شدید، بعد آدم ها هویت پیدا میکنن بر اساس تعلقات مذهبیشون، من سنی هم، شما شیعه هستیم، یکی فلانه، و اینو خیلی رسمیت میدن و نفرت و جنگ و به نظر من دامن میزنن توی اون جامعه. تا اونجایی که به عراق برمیگرده، یه نفرتی از این که همه چیز به هم خورد، همه اوضاع بدتر از قبل شد، و یه نفرتی که شیعه ها الان تو قدرتن، سنی ها قدرت ندارن. این باعث شد که اون جامعه واقعا یه درجه پوک شده بود. یه دلیل به نظر من اینه. یه دلیل دیگه تو خود سوریه، وقتی که انقلاب مردم به درجات شکست خورد، چون سوریه مردم زیادی اومدن تو خیابون تظاهرات کردن و اینا، بعد بالاخره بر اساس سیاست‌های بین‌المللی و اتفاقاتی که افتاد، انقلاب رو یه جوری سرکوب کردن و بعد گروه‌های اونجا به وجود اومدن که
امکانات مادی و معنوی میگرفتن از دولت‌های غربی که علیه به اصطلاح دولت بشار اسد مبارزه میکردن، ولی فوق‌العاده افراطی بعد هر جا قدرت میگرفتن حکومت اسلامی اعلام میکردن، سر میبریدن و به یه درجه با سکوت به این مسائل نظاره‌گری میشد. بعضا هم به اصطلاح دخالت مثلا عربستان سعودی بعد از اینکه دیگه قدر قدرتی آمریکا از بین رفت تو منطقه خاورمیانه، هر دولتی سعی میکنه که نیروهای خودش رو داشته باشه. اینا به نظر من ساخته شد به درجات داعش توی این اوضاع و احوال، ولی در این حال به نظر من داعش یه پدیده‌ایه که به سطوح بین المللی هم ربط داره. مثلا اینکه تو آلمان فرزن اینکه مردم رو مسلمان خطاب کردن، 3 میلیون مردم رو، سازمان‌های اسلامی رو نماینده این مردم معرفی کردن، اینکه تو اروپا از تئوری نسبیت فرهنگی دفاع شد، مثلا گفته شد که اینا مسلمونن، فرهنگشون با بقیه فرق میکنه. به نظر من اینا همش تأثیر داشت، یعنی یک سر ماجرا به سیاست‌های دولت آمریکا در عراق، یک سر ماجرا به سوریه و یک سر ماجرا واقعا به غرب و سیاست مبتنی بر نسبیت فرهنگی اینا ربط پیدا میکنه. یه مثلا به نظر من مهم خود مذهب اسلام و جماعتی که به صورت خیلی رادیکال تعلق خاطر به این مذهب دارن و بعضا مثلا هیچ نوع انتقاد، هیچ نوع افشا آگاهگری رو قبول نمی کنن، این زمینه رو داره که شما بگید که بر اساس اینکه خدا گفته تو میتونی آدم بکشی، و این کاپاسیتت به نظر من وجود داره توی این مذهب و این جنبش به اصطلاح اسلامی که هست. اینا همه با هم دست به دست هم داد که یه دفعه مثلا توی سوریه نقاطی رو داعش گرفته بود، بعد اومد فرزند توی عراق پیشروی کرد، بعد میگه خلیفه اعلام میکنم و حتی میرم جاهای دیگرم میخوام برم بگیرم. این یه پدیده به نظر من به درجات جدیده، یعنی میخواد کشورگشایی بکنه، رو پله آخر به نظر من جنبش اسلامی استاده. نهایت جنایتکاری، نهایت به اصطلاح ضد زن بودن، نهایت ضد انسان بودن، ولی در این حال متاسفانه یه حالت سمپاتی توی جوونا حتی تو کشورهای غربی هم نسبت بهش وجود داره و بالاخره ما با این پدیده مواجه هستیم در به اصطلاح در چند ماه اخیر و به نظر من در این حال مبارزاتی هم علیهش داره میشه. این به اصطلاح گروه های اسلامی هم داعش فعالیت های هم این سازمان داره توی اروپا انجام میده، همونطور که اشاره کردید الان توی آلمان و توی چند کشور اروپایی هم داره فعالیت میکنه، حتی برای خودش نیرو هم جمع کرده و از اینجا برده برای دارن میجنگن این نیروها توی نیروهای اروپایی به اصطلاح جوانهاشون دارن میجنگن برای داعش. با این چطوری میشه مبارزه کرد و چطوری میشه بر علیه اینا؟ آیا اروپا خودش میخواد واقعا هیچ عکس العملی نشون نمیده، یا مردم اروپا واقعا میخوان این رو، یا اینکه چطوری چرا عکس العملی نشون نمیدن در مبارزه؟ طبعا همونطور که شما هم اشاره کردین از کشورهای اروپایی و غربی تعداد خیلی زیادی هزاران نفر رفتن در صف داعش دارن مبارزه میکنن. اینا مثلا از آلمان فرضاً 400 نفر رفتن قبل از اینکه داعش به این اسم شروع به فعالیت کنه. مثلا تو کشورهای غربی سلفی ها، تو آلمان مثلا سلفی ها فعالیت میکردن که همشون ریش مثلا لباس مخصوصی، ریش بلند دارن، لباس فرم مخصوصی تنشون میکنن، رهبران فکری یا چهره های علنی دارن. مثلا پیر فوگل توی آلمان خیلی معروفه، خیلی جلسه میذاره، یا سیون لاو که الان اخیرا مثلا به عنوان شریع پلیس توی خیابونا راه میرفتن. به نظر من تو آلمان و تو کشورهای اروپایی وجود جنبش اسلامی یه واقعیتیه. سالهای ساله جنبش اسلامی پاشو باز کرده تو کشورهای غربی و فعالیت میکنه. اینا مسجدهای متعددی دارن که هر کدومشون سرشون به یه دولت وصله طبعاً، ولی سازمانهای اسلامی زیادی وجود دارن. من آلمان مثال میزنم که به خاطر اینکه ما تو آلمان زندگی میکنیم شاید واضح‌تر باشه برای بینندگان این برنامه. اونم اینه که انواع اقسام سازمانهای اسلامی توی آلمان فعالیت میکنن، بعضن از دولت بودجه میگیرن. دولت‌های غربی و دولت آلمان به نظر من با اینا خیلی همکاری از نزدیک کرده و همیشه سعی کرده که به اصطلاح بهشون کمک کنه. چطوری؟ اینطوری که دولت آلمان فرضاً اعلام کرد از چند سال قبل، میگه که
4 میلیون مسلمان در آلمان زندگی میکنن که شما و من و نمیدونم مردمی که از ایران اومدن، از عراق اومدن، از تونس و نمیدونم سوریه و از ترکیه، چه به عنوان مهاجر و چه به عنوان پناهنده دارن اینجا زندگی میکنن، همه را ریختن توی یه دونه کیسه، یه دونه مارک مسلمان زدن روی همه ما و گفتن اینا مسلمانه. یعنی هویت اصلی، قبلا اگه همه خارجی بودن، یکی ایرانی بوده یکی افغانی، الان همه مسلمانن در چشم جامعه. به نظر من این یکی از بزرگترین اتفاقات و بزرگترین به اصطلاح اتفاقات منفی تو زندگی ماها توی کشورهای غربی بود. و بعد ادامه دادن این روند و دولت آلمان اعلام کرد که سازمان‌های اسلامی نماینده این مردم مسلمانن. اونا رو به عنوان نماینده به رسمیت شناخت، باشون کنفرانس گذاشت به اسم کنفرانس اسلام. در مورد انتگراسیون اگه حرف میزنه الان همش میگه مسجد درست کنید و با این سازمان‌ها باید کنار بیایم تا بتونن این جامعه مسلمان‌ها را ساکت نگه دارن. به نظر من این سیاست خیلی مهمه به خاطر وجود جنبش اسلامی و اسلام سیاسی، مثلا حکومت اسلامی ایران و تمام مثلا طالبان، حکومت افغانستان، نمیدونم عربستان سعودی و غیره و غیره. دولت آلمان سعی کرد به نظر من از یه جهت امتیاز بده، از یه جهت سعی میکنه آرام کنه این مردم رو، فکر میکنه که ممکنه مشکلاتی برای این جامعه یا مثلا ترور ممکنه اتفاق بیاد، فکر میکنه از طریق نشست و برخاست کردن و امتیاز دادن ساکتشون میتونه بکنه. به نظر من تئوری نسبیت فرهنگی یه تئوری عمیقا راسیستیه. یعنی فکر میکنه، مثلا فکر کنید که اینا میگن مثلا قوانین شریعه را میشه تا حدودی ادغام کرد تو سیستم. ببین توی مثلا انگلستان خیلی شدیدتر این اتفاق افتاده. یعنی اونجا الان دادگاه‌هایی وجود داره که یه ملا میاد اگه من مثلا از یه کشور اسلامی اومدم، منو مسلمان اتیکت زدن، با شوهرم دعوا داشته باشم، میگن شما برید اونجا، اون آخوند سریع‌تر رسیدگی میکنه، هم خرجش کمه، هم فکر میکنه که این جزو فرهنگ ماست. به نظر من همه اینا تأثیر داشت در اینکه جنبش اسلامی جای پای خودش رو محکم کرد، امتیاز مالی گرفت، مسجد درست کرد و بعد هی رادیکال و رادیکالیزه تر شدن اینا توی کشورهای اروپایی. بعد اینا فعالیت میکنن، جوانای زیادی رو جذب کردن. الان بررسی شده در آلمان جوانایی که مثلا بعضا مشکل دارن توی خانواده هاشون، مثلا اختلافاتی وجود داره یا خودشون ادغام احساس نمیکنن یا میخوان خیلی توجه جلب کنن، مثلا میگن مثل یه پاپ کلتور شده الان نوع لباس پوشیدن، خودشون رو مطرح میکنن. بعد اسلامیا فیلم نشون میدن، فیلمای بازی که تو داری به عنوان مثلا تیشرت پوشیده، تیشرتی که نشون میده که چطوری به اصطلاح حمله کردن به برج آمریکا، اینو به عنوان یه تیشرت تن طرف که بازی میکنه، اسلحه دستش داره کافرها را میکشه، مثل یه بازی، مثل اینطوری نیرو جذب کردن. به نظر من تو کشورهای مختلف به خاطر سیاست دولت‌ها، به خاطر وجود سازمان‌های اسلامی، به خاطر بودجه که اینا از دولت‌های مختلف میگیرن، به خاطر وجود مشکلات توی این جوامع که واضح راجبش صحبت نمیشه، همه اینا باعث شده که صدها نفر جذب این سازمان‌ها بشن. الانم که داعش به صورت خیلی وحشیانه‌تری داره جنایت میکنه، اینا براشون جذابه و تعداد زیادی رفتن و تو صفوف داعش دارن به اصطلاح میجنگن. خودشون، من این آخرین نکته رو بگم، یکی از همین جوانایی که تو صف داعش هست توی فیسبوکش نوشته بود که ما اینجا هستیم، ما غذا میخوریم، میخوابیم، سر میباریم، اینجوری نوشته بود، و بعضی وقتا هم جلساتی برامون میگیرن که آموزش اسلامو میدن. این نتیجه یک مجموعه سیاسته و ما به اینا انتقاد کردیم قبلا و الان هم انتقاد میکنیم و فکر میکنیم که فقط اینطوری نیست که خود اون خانواده ها مثلا بچه هاشون رفتن باید درگیر بشن، جامعه باید درگیر این مشکل بشه و جواب بده. همین سیاست هایی که گفتید، کشورها، برخی از کشورهای اروپایی من جمله آلمان از اینها حمایت میکرد، الان خود آلمان دچار این معضل شده و در کشور آلمان، در برخی از شهرهای کشور آلمان، همین داعش پلیسی گذاشته به نام ارشاد اگه اشتباه نکنم، و داره مردم آلمان رو داره ارشاد میکنه که مشروب نخورید، اینطوری نگردید، توی دیسکو شادی نکنید، نرقصید. الان این مشکل رو دولت آلمان داره، فکر میکنید با اینها، در مقابل اینها چجوری باید رفتار کرد و چطوری میشه با اینها مقابله کرد؟ بله طبعا همونطور که اشاره کردین، خب در اولین
پلیس شریعه اسمشون رو گذاشته بودن اینا، و سیون لاو خودش یکی از رهبرای این جریانات مال اون شهر شنیدم. به هر حال اون با خودش با چند نفر جوان با خودش برده بودن و یه جلیقه های مخصوص پوشیدن، روش نوشته پلیس شریعه، و رفتن فیلمش هم ما دیدیم، مثلا جایی مردم دارن بازی میکنن، مثلا میزنه روشونه، یه نفر داره میگه که شما مثلا میدونید که این اسلامی نیست این کاری که میکنید، و بعد خودشون نوشتن که به اصطلاح مناطق که شریعت توش تسلط داره عکس گذاشتن عین جمهوری اسلامی، مثلا کفش پاشنه بلند ظاهرا ممنوع روش خط کشیدن، یعنی دارن نهی از منکر و امر به معروف میکنن تو کشورهای اروپایی. طبعا این اتفاق مثل یه بمب خبری تو آلمان منفجر شد، اصلا اینکه تعدادی راه افتادن و دارن این کار میکنن. به نظر من جامعه آلمان در مجموع عکس العمل خیلی خوبی به این مسئله نشون داد، که من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که تو آلمان بحثا خیلی زیاد شده، از جمله سازمانهای سکولار، سازمان شخصیتهای آتئیست خیلی راجع به این بحث کردن، و خود ما سازمان اکس مسلم هم نقش کمی نداشتیم تو اینکه حساس باید بود، مبارزه باید کرد، مقابله باید کرد. در هر حال فوراً ممنوع اعلام کردن لباس اون جلیقه پلیس شریعه ممنوع تو آلمان، اعلام کردن فوری به پلیس خبر بدید، حتی آنجلا مرکل راجبش حرف زد، یعنی اینقدر سریع اتفاق سر و صدا کرد که مجبور شدن بالایی ها به اصطلاح به این عکس العمل نشون بدن. ما خودمون سازمان اکس مسلم اونجا تظاهرات گذاشتیم، اولین سازمانی بودیم و تنها سازمانی بودیم که تظاهرات گذاشتیم. به نظر من این مهمه، به خاطر اینکه میدونید اینا فضای وحشت ایجاد میکنن. من خودم با تعداد خیلی زیادی دخترای جوان تو آلمان این چند روزه تلفن کردن به تلفنی که اکس مسلم داره و گفتن که مثلا دور منو گرفتن، چند تا جوان میگن که چرا روسری نداری، به خاطر اینکه مثلا موهام سیاهه یا فکر میکنن من از که کشور اسلامی اومدم. بعد در این حال مردم خودشون میترسن، چون اینا تهدید میکنن، اینا میگن ترور میکنیم، اینا میگن تو اروپا سر میبریم، برای همین یه فضای وحشت ایجاد میکنن. ما تظاهرات گذاشتیم، تظاهرات ما خیلی خوب استقبال شد، مردم زیادی اومدن، خبرنگاران زیادی تو این تظاهرات بودن، و بیشتر حرفم اینه که باید مقابله کرد، باید رفت تو خیابون، باید اعتراض کرد، باید فضای وحشتی که اینا ایجاد میکنند را شکست. بعدن تو دوسلدورف دوباره رفتن تو خیابون، ما اونجا هم تظاهرات گذاشتیم. در مقابل تظاهرات ما که دم در به اصطلاح ایستگاه مرکزی قطار دوسلدورف بود، چند نفر از اینا اومده بودن، اصلا این ریش و پشم دارا که قرآن دستشون بود، و وقتی من می‌خواستم سخنرانی کنم شعار میدادن الله اکبر، عین اینکه ایران مثلا، به هم می‌زدن تظاهراتو. ما البته شعار دادیم و اعتراض کردیم و مردم زیادی اعتراض کردن، حالا شهرهای دیگه هم رفتن. نکته اصلی به نظر من اینه که این دست‌اندازی جنبش اسلامی به زندگی مردم تو کشورهای غربیه و باید با عکس العمل خیلی شدید مواجه بشه. و یه مسئله مهم اونم اینه که اینا معمولا زنا را شکار میکنن، علیه زنا هستن، دخترای جوان رو اذیت میکنن، و الان شروع کردن این رو. من نمیدونم، حتما بینندگان برنامه شما هم دیدن که روزنامه اشپیگل یه مطلب نوشته بود راجع به همین پلیس شریعه، چون دو برخورد بهش هست. بعضیا میگن هیچ چی نیستن و زیاد مهم نیستن، سه تا جوان احمقن اومدن تو خیابون، اینقدر بزرگش نکنید. یه جورای نویسنده مقاله توی اشپیگل هم اینجوری نوشته بود، یک خانم که از مراکش پدر مادرش اومدن، خودش تو آلمان به دنیا آمده و خبرنگار ودر هست، خیلی خوب جواب داده بود، گفته بود اشتباه میکنی آقای نویسنده این مطلب، شما خودتو به جای من بذار، من تو اینجا به دنیا آمدم، اصلا مراکش رو نمیشناسم، فقط چند بار رفتیم سفر، من اینجا چند روز قبل تو دوسلدورف دورم رو گرفتن. درسته مثلا خودش این خانم فکر کنم 27-8 سالشه، بعد میگه من ترسیدم از اینا، 6 تا مرد میگن چرا روسری نداری، خودتو به جای من بذار، ببین تو اروپا، تو آلمان نمیذارن من بی حجاب برم، این چه وضعیه؟ که اون آقا مجبور شد که جواب بده، بگی راست میگی، من از موضع یک مرد سفید که الیت این جامعه هست به این نگاه کردم. به نظر من ما نباید بذاریم از موضع یک مرد که الیت اون جامعه هست به این نگاه کنید، از موضع دختر جوان 18 ساله نگاه کنید که پدر مادرش از مراکش، از تونس، از ایران، از غیر کشورهای دیگه اومدن، بعد این بچه تو خیابون نمیتونه راه بره یا بره دیسکو، برای اینکه یه عده نهی از منکر تو این جوامع سر و کلهشون پیدا شده. به نظر من حتما باید مقابله کرد، باید تظاهرات گذاشت، باید اعتراض کرد، و باید کلن به این مماشات دولت آلمان با سازمان‌های اسلامی یه نقطه پایان گذاشته بشه. به نظر شما چطوری میشه این نقطه پایان رو گذاشت، به این نقطه پایان رسید؟ اولین نکته به نظر من همین هست که دولت آلمان باید بپذیره که 4 میلیون
انسان از کشورهای مختلف اومدن. این افراد هویت اصلیشون تعلق مذهبیشون نیست. اینا آدمایی هستن، بعضیا مسلمان، بعضیا مسیحی، بعضیا یهودی، بعضیا آتئیست، ولی اینا انسانن و اومدن تو اروپا و میخوان زندگی راحت داشته باشن. به نظر من پرنسیپ های یک جامعه پیشرفته رو باید ازش دفاع کرد. این تقسیم کردن مجمع الجزایر، تعریف کردن آلمان که یه عده مسلمانن میتونه آخوند بره با اونا روانشناسی بکنه، اینو باید یه نقطه پایان گذاشت. اینکه دولت آلمان آخوند آموزش بده، اینکه مسجد بسازه، اینکه نماینده دولت آلمان بره تو مسجد و خطاب به مسلمان ها به اصطلاح مثل آخوند حرف بزنه، اینا باید تموم بشه. به نظر ما این 4 میلیون مردمی که اومدن اینجا باید یه جوری زندگی کنن تو این جامعه، زن و مرد برابرن، دختر میتونه دوست پسر داشته باشه، حتی اگه پدری تو خونه بچهشو تحت فشار میذاره، دولت موظفه از این پرنسیپ های سکولار دفاع کنه. مذهب نباید آموزش داده بشه، حجاب کودکان باید ممنوع بشه، برقع باید تو این جامعه ممنوع بشه. میدونید یه جهت کاملا برعکس با اون حالتی که دولت آلمان پیش میبرد. به نظر من کنفرانس اسلام که گذاشتن در مورد انتگراسیون باید ملغا بشه و باید دولت آلمان بیاد اعلام کنه که اینجا یه جامعه هست که مردم بالاخره مبارزه کردن، یه حقوقی به رسمیت شناخته شده است، ما از این حقوق دفاع میکنیم. اینجا دختر و پسر میتونن برن دیسکو برقصن، هیچ کس اجازه نداره بهشون تعرض کنه. اینجا یه جامعه هست که بالاخره یه سری پرنسیپ ها وجود داره، از اونا دفاع کنه، نه اینکه برگرده و جزایر اسلامی درست کنه بعد یه آخوند بندازه به جون مردم. به نظر من جهت سیاست آلمان باید کاملا عوض بشه. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. بینندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید با آدرسی که در زیر این برنامه داریم. با تشکر از شما که مهمانی برنامه بودید. مرسی. خیلی ممنون.